اسفناک، دردناک و بیرحمانه. ببخشید اینجوری میگم. اتفاقا همین هفته پیش یه چیز نوشتم رو سایت انجمن ریاضی گذاشتم که چرا چنینه. ببینین، برای ارشد آموزش ریاضی برای کنکور امسال طبق معمول بنا به ملاحظاتی به شهید بهشتی ظرفیت ندادن، به دانشگاه شهید باهنر کرمان که بعد از ما تأسیس شد و من 3 یا 4 سال اونجا رفتم مرتب، یا شاید کمتر 2 سال نمیدونم، ولی صبح میرفتم با هواپیما، شب میامدم با کمک همکاران اونجا برای این رشته را بیفته. هر جایی که رشته رو میخواست تأسیس کنه رفتم تا را بیفته، چون فکر میکردم باید به هم کمک بکنیم. به شهید باهنر کرمان 4 تا دادن، اما به پیام نور روانسر استان کرمانشاه 20 تا دانشجو دادن. این یعنی قتل عمد برای رشته. هیچ، من نمیتونم بگم اشتباهی رخ داده. من اینو نوشتم توی سایت انجمن ریاضی به عنوان سازمان مردم نهاد بالادست مجامع علمی کوچیک دانشگاهی، و شما فکر میکنین از دانشگاه خودمان، از گروه خودمان، یک نفر عکس العمل نشان داد نداد. در صورت که شما توی سایت انجمن بریم ببینین چند تا بازدید داشته، و این خیلی عجیبه. در جاهایی که اصلا متخصص نداشتن 10 تا 12 تا ظرفیت دادن، و از همه بدتر در دانشگاه های غیر دولتی که بعضی وقتا الان دیگه دانشجو نیست. نگاه کنید خیلی معادل فرق کرده. در زمانی که دانشجو زیاد بود، ما در شهر برازجان یا سیرجان اگه اشتباه نکنم بالای 50 تا ارشد آموزش ریاضی گرفتیم در دانشگاه غیر دولتیش. در شیراز همینجور، در نمیدونم کرمان همینجور، و با قساوت به دانشگاه های دولتی نیروهاشان رو اخراج کردن و نیرو ندادن. یعنی که شما میگین وضعیت رشته، ببینین رشته یه که بالقوه خیلی امکان رشد داره. من تا سالهای سال واقعا تو کنفرانس ها که میرفتم، چون ایران که آمدم با خودم عهد کردم که من فرصت مطالعاتی نمیرم، به دلیل حالا نه اینکه اگر بشه نمیرم، میدونستم برام خیلی سخته به دلیل حالا شرایط زیستی خودم، ولی حتما باید سالی کنفرانس رو برم، و حتما رفتم، و به جز یک بار سال 75 بدون استثنا با مقاله رفتم. و یکی از دانشجوام یه بار گفت خانم گویا دیدی روی عنوان همه مقاله انگلیسی دیگه ایران است. گفتم نه، دقت نکرده بودم، ولی اونم از اون حس ناخواستم بوده، چون واقعا از اینجا دارم میگم کار عرضه کنم. و تا سالهای سال مجامع بین المللی فکر میکردن ما 10 نفر آموزشگاه ریاضی تو ایران داریم، و نمیدونستن فقط 1 نفر فعال، 1 نفر با مدرک داریم، و انصاف نبود که در حقش چنین اجحافی بکنن. اجحاف کردن، همه جا گفتم، هیچ رو درواسی هم ندارم با کسی. ببینین دردناکترینشان اینه که میگه وقت که غماز خانگی باشه چیکار میخوایی بکنی؟ توی گروه های ریاضی سرکوب کردن رشته آموزش ریاضی رو، اما در دانشگاه غیر دولتی بعضی از همکارای ما تمام وقت اونجا دانشجوی ارشد و دکتری دارن، به اصطلاح هدایت میکنن. این قابل بخشش نیست. به نظر من در تاریخ علمی ما قابل بخشش نیست. و من الان بر همین بر انجمن می نویسم، برای اینکه به عنوان ملجع ما، یه ملجع علمی. این رشته الان ببینید این رشته رشدش چجوری شده، داره توازنش رو از دست میده. این همه آدم بالقوه علاقه مندن اینجا کار بکنن. ما در طول از سال 82 83 یا 84 اولین دانشجوی دکتری رو داشتیم شهید بشی، تا الان فقط 8 دانشجو فارغ التحصیل کردیم، و فقط در یک واحده یه دانشگاه غیر دولتی تا 30 تا دانشجو گرفتن در هر ورودی. و کیام اونجا درس میدن؟ همکارای بازنشسته ریاضی یا همکاران شاغل ریاضی.
این اصلا قابل بخشش نیست از نظر من. شما نمیشه از یک در برانین یه چیزی و از در دیگه بخانین. بعد الان چیزی که شده خیلی از کسانی که رشته برنامه درسی روانشناسی تربیتی ارزشیابی آموزشی در علوم تربیتی میرن لیسانسای ریاضی هستن که میان رو ریاضی کار میکنن، یعنی میان آموزش ریاضی کار میکنن. خب این خیلی بده، یعنی بده و خوبه. این پیامش اینه که بالاخره اون شکاف که باز شده راهش رو پیدا میکنه و میره، ولی بدیش اینه که چرا، یعنی علتش چیه که از یک طرف وا مصیبت ها میکنیم که وضعیت ریاضی ایران به قرمز رسیده که واقعا رسیده، و از طرف دیگه نمیذارین اتفاقی بیفته برای جلوگیری از سقوط بیشترش. بعد ببینین دانشگاه‌های ریاضی در حال تعطیلی هست. این بحثی به دانشگاه ای و بی و سی نداره ها، انگیزه ای نیست. شما برای چی میری درس بخونی؟ یه زمانی مدرک مهم بود که الان نیست. وقتی شما همه دکترا دارن مگر خلافش ثابت بشه و ای کاش که اون اسم اینجوری حرام نمیشد اون عنوان، کسی علاقه نداره بره به خاطر مدرک مدرک بگه. یه موقع است میرفتی دانشگاه، شهروند یه دانشگاه بودی، معرفت میاموختی از اون دانشگاه، زندگی میکردی در اون دانشگاه، در یک باریکه‌ای هم متخصص میشدی. وقتی دانشگاه از یک اداره زیستنش قالبی تر شده و مقررات بی خود برش تحمیل شده، از دانشگاه خیلی چیز به دست نمیاری. وقتی که هرچی که بخوای یاد بگیری از طریق انواع تکنولوژی‌های جدید و از اول امسال که دیگه انواع AI ها میتونی دسترسی سریع و آسان و عمیق و معنادار داشته باشی، برای چه چیزی میری دانشگاه؟ دانشگاه میری که نان تو سفرت بذاره. مگه میشه که دانشگاه بری بعد بگی شما جوینده ای، جویندگی بکن، بعد یه فرشته‌های آسمانی هم نانو میارن میندازن توی سفره خانواده‌ات؟ نه، این حق هر کسیه که با زحمت بیشتر امکان بیشتری به دست میاره. وقتی اون امکانم از رشته‌های ریاضی گرفته شده، رشته‌های ریاضی ما ببینین، معلم، ما میگیم معلم ریاضی کم داریم، بعد معلم ریاضی فقط از دانشگاه فرهنگیان حالا معلمی میکنه، اونها اصلا ظرفیت ورود معلمان به جامعه آموزش ما با نسبت خروجی هاشان که بازنشست بودن و این با یک مطالعه ساده قابل فهم بود توازن نداره، تناسب نداره. و بعد معلمای ریاضی ما رو جا به جا میکنن که این رشته انگار بیشتر در گل فرو بره. من ترم گذشته 3 تا چون تموم شده 4 تا دانشجو داشتم، یکیش مدرسه غیر انتفاعی که استثمار میشه. مدارس غیر انتفاعی واقعا عزیزان ما رو با پوزش از همشون، حتما هم بعدش هم میاد که میگم، استثمار میکنن چون تحت هیچ ضابطه ای نیستن. حالا میخواد خرید خدمتی باشه، میخواد غیر انتفاعی باشه، هر چی که باشه. یک دانشجو معلم دارم که اینا فارغ التحصیل فرهنگیانن، قرآن درس میده و کاردستی 10 ساعتم ریاضی یا 12 ساعت از خودش باید بپرسم. یه دانشجو دیگه دارم که فارغ التحصیل فرهنگیانه، میگه دلم لک سره برای تدریس ریاضی، در یک مرکز کاردانی زبان انگلیسی و کارآفرینی درس میده. این میتونم من باور بکنم که ما معلم ریاضی کم داریم؟ معلم ریاضی بهش کار نمیدین. یه معلم ریاضی دیگه دارم که اماشا میگه بهم گفتن یا یکی از توابع بیستون برو درس بده، یا در شهر آیه های آسمانی و آیه های آسمانی نمیدونم چی، یک درس دینی شانه تو متوسطه و چی خانواده نمیدونم، یه درس جدیدی آمده، تنظیم که نبده، حرمت خانواده نمیدونم، یه درس جدیدی آمده بر 12. این یعنی چی؟ این در جاییه که تقریبا اکثر کشورهای پیشرفته دنیا ریاضی رو در حد امنیت ملیشان بهش اهمیت میدن. چون شما میتونی متخصص از جای دیگه وارد کنی، ولی برای کارهایی که حتما باید توسط خود اون مملکت انجام بشه نمیتونی از خارج بیاری. و حالا نمیدونن بادی که میکارن بعد طوفان درو میشه.
یعنی یک دفعه ما هنوز داریم از مایه میخوریم، یعنی تعداد زیادی نیرو تربیت کرده بودیم و الان هنوز داریم از اونا استفاده میکنیم، ولی گروه های ریاضی شهرستان ها تقریبا تعطیلن، استثناء هست ولی تقریبا تعطیل. یه دانشگاه معروف که یکی از دانشجوام قبل از زد دفاع کرد، نمونه موردیش اونجا گرفته بود، گفت ظرفیت چو کرده 80 خورده ای. گفتم 80 نفر؟ گفت به خاطر اینکه نصف بچه ها میرن یا رد میشن که بتونن کلاس هاشون رو تشکیل بدن. یعنی ببینین به یک همچین سرگشتگی در سیاست گذاری رسیدیم و از این طرف اینجوری داریم تیشه به ریشه ریاضی مدرسه و دانشگاهی میزنیم. این راه نتیجه نمیده، حتما نتیجه نمیده. یک اتفاق جهانی بوده در رابطه با رشته های علوم پایه مهندسی، ریاضی و تکنولوژی، اما اونها میخوان جذب بکنن، ما در تلاش دفع نمیشه.